سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب جمعه 13 مرداد ایرانی برابر با 4 ماه اوت 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم. در غیاب مطبوعات چاپ تهران با آخرین مطالب از ایران، منطقه و جهان، مستقیم به تهران و به ایران برمیگردم و از تأثیرات و تبعات به اصطلاح گرمای افسار گسیخته در ایران سخنی میگویم که گویی یا حجم مراجعان بیماران ریوی قلبی به طور محسوسی افزایش یافته. تا جایی که میدیدم حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ایران از افزایش مراجعه بیماران قلبی و ریوی به مراکز درمانی خبر داده بود. به گفته ایشان از هفته آخر تیر ماه سال جاری تا کنون بین 10-15% افزایش مراجعه بیماران قلبی و ریوی به مراکز درمانی رو داشتیم که درصدی هم مربوط به گرمازدگی بوده. آقای واعظی گفته با توجه به اینکه گرمازدگی یکی از دلایل افزایش مراجعات به مراکز درمانی بوده، گفت که توصیه ما به مردم این است که در ساعت پیک گرما، یعنی از 10 صبح تا 4 عصر، کمتر در معرض گرما قرار گیرند و ترجیحاً کارهای خود رو به قبل یا بعد از این ساعت موکول کنند. این مقام بهداشتی ایران اشاره داشت که 2 طیف از افراد شامل کودکان زیر 5 سال و افراد بالای 65 سال بایستی احتیاط ویژه‌ای رو برای تردد کمتر در محیط باز و فضای گرم رو ملاحظه کنند. افراد دارای بیماری‌های قلبی، عروقی، ریوی و مزمن گوارشی هم بایستی رعایت کنند. خب این در حالی است که من در تازه‌ترین گزارش‌ها می‌دیدم که رئیس امور بهداشتی محیط زیست ایران هم فراکسیون محیط زیست مجلس معذرت می‌خوام اشاره کرده بود که به علت افزایش تابش آفتاب در تهران و ادامه گرمای 40 درجه‌ای ما شاهد نوعی افزایش امواج فرابنفش بودیم که اون هم توصیه هایی رو به شهروندان داشت. بله، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران گفت که وضعیت تابش اشعه فرابنفش یا همون UV که بسیار از شما بینندگان عزیز آگاهی دارید با این عبارت علمی، در تهران بحرانی شده و به عدد 12 رسیده. حسب گزارش رسانه‌های داخل ایران، خانم رفیعی با اشاره به تداوم افزایش دمای هوا گفته که ضروری است شهروندان از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید به طور جد پرهیز کنند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران با اشاره به تداوم گرمای 40 درجه در تهران گفته که رکورد گرمای استان تهران در مرداد ماه سال 92 با 45.6 درجه سانتیگراد در ورامین ثبت شده. در شهر تهران هم در تیر ماه سالهای 37، 52 و 54 دمای 43 درجه و در تیر ماه سالهای 74، 82 و 87 و همینطور مرداد ماه سال 92 دمای 42.6 درجه رکورد زده است. که البته همه اینها نشانه‌های آشکاری است از تأثیر ویرانگر فروریزی مؤلفه‌های زیست بوم جهان، اقلیم جهان و البته ایران و تأثیر پدیده‌های مثل النینو و گلخانه‌ای و همه استفاده شتاب‌آلود بشر از تکنولوژی‌های آلاینده که عملاً اون مقوله گرماگرایی طبیعت با سرعت حد اکثری رو به جلوس که تبعات خاص خودش رو خواهد داشت. خب من اتفاقا حالا بحث از گرما و آمار بیماران ریوی و قلبی و تأثیر فرایند در واقع مخرب امور محیط زیستی شدیم، یک آمار وحشتناکی رو من دیدم. یکی از مقامات مجلسی ایران از مرگ زودرس به شهروندان در اثر آلودگی هوای تهران میگفت. اتفاقا بد نیست که گوشه ای از اظهارات آقای پیرهادی عضو شورای شهر تهران رو نسبت به مؤلفه های تأثیرگذار در آلودگی هوا و تأثیر مستقیم آن بر مرگ و میر شهروندان پایتخت ایران رو با هم ببینیم و بشنویم. برگردم با ادامه مطالب. مؤلفه هایی که تأثیرگذار بر روی آلودگی هوا در شهر تهران
صرفا داخل شهر تهران نیست، در سایر استان‌ها هم هست. شما آلایندگی در قزوین وجود داره، در البرز وجود داره، میزان باد و گردشی که وجود داره حتما نقش آفرین میزان ترددی که در بین دو تا استان‌ها وجود داره. شهر تهران یه شهری است به جهت حاکمیتی یک شرط خاصی رو داره، پایتخت کشور، مرکز سیاسی کشور، مرکز اقتصادی کشور. در حدود 20% جمعیت کشور در تهران واقع شده. اما ما به شهر تهران چجوری داریم نگاه میکنیم؟ همه دارن میگن این وضع کنونی فقط بگذره، بذار تا اونجا که میشه چای آب بزنیم فعلا این بحران تابستان رد بشه. حالا فرونشست هم اتفاق افتاد، افتاد، تو رسانه نمیگن اما تو دلشون که میگن، اگر نگن که این کارو نمیکردن که. خیلی به من میگن نگید اینا رو در رسانه. خب اتفاقا اینجا اشارات خیلی آشکاری داشت به سیاست‌های ویرانگر مقامات جمهوری اسلامی نسبت به محیط زیست ایران. اونجا که اشاره کرد که هر تعداد چاه هم خواستید فعلا بزنید به تو... من میگم سیاست‌های مسکنی در رابطه با زیست بومی ایران داره اعمال میشه. این دیگه عضو شورای شهر آقای پیرهادی هست و خودش هم میگه تحت فشار هست. خیلی بهش میگن که نگید در رسانه. حالا من ادامه‌اش رو ببینیم، چون من میخوام اون تأثیر اون آماری که ایشون گفته بر مرگ و میر شهروندان یک نگاهی داشته باشیم، با هم میبینیم. ولی مردم بالاخره باید بدونن، رسانه ها باید مطالبه کنن. چرا باید این اتفاق ها بیفته؟ اینها به قناه رو موضوعاتیه که تا ما نشینیم یک قوه عاقله و یک برنامه ریزی دقیق نباشه این مسائل حل نمیشه. من اینجا 2 سال دارم اعلام میکنم وضعیت آلودگی شهر، هوای شهر تهران با این نوع برنامه ریزی قابل حل نیست. سازمان محیط زیست هم بنده خدا قدرت لازم رو به اعتقادم برای این موضوع نداره، گوش نمیدن به حرفش. من لذا اینجا از همه مسئولی میخوام به عنوان نماینده مردم که آقا این موضوع رو پیگیری کنی، این موضوع دغدغه مردمه بیش از این حد اقل. من دارم میگم که بعضی از آقایون یه خور کمتر شد ناراحت چند، ما حداقل 4000 مرگ زودرس در شهر تهران به واسطه آلایندگی هوا داریم. بله 4000 مرگ زودرس به علت آلایندگی هوا. حالا ایشون خیلی جالبه انتقادهایی که داره میکنه، من اینجاست که من میگم ملت ایران در یک در واقع بی حاکمیتی اسیر و گرفتار شدند. حاکمان خودشون به نقد خودشون مشغولن، شورای شهر کنونی به لحاظ چیدمان و ترکیب اعضا کاملا دسترسی و اصولگراست، شهردار که کلان از اصولگرا آلترا اصولگراست تو مایه جبهه پایداریه، همه همسو هن و دوباره همه به همدیگه باز انتقاد دارن که آلایندگی اینجوری هست، ماشین ها و موتورسیکلت های فرسوده و آلاینده، چرا جمع نمیشه، چرا تدبیر درست نمیشه، چرا چاه ها زده میشه و نگران. خب وقتی افزایش حفر چاه های متعدد بدون ملاحظه ظرفیت های روان‌آب سرزمینی طبیعتاً منجر به فرونشست در آینده خواهد شد و اون گسست خاک خواهد شد که بارها ما این رو اشاره کردیم. وقتی چون این مسائلی وجود داره، ایشون که این گونه مطرح میکنه که عضو اصولگرای شورای شهره، شهردار و مدیریت شهرم که اصولگرا هست، پس در این بین فقط یک مدیریت مافیایی فاسد گستر و فسادی وجود داره که از قبل این فضا بهره میبرند و مردم و جان مردم و 4000 شهروندی که در مرگ زودرس جان میسپارند براشون اهمیتی ندارد. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. در حالی این روزها سخن از فروریزی مؤلفه‌های نگهدارنده حکومت از سوی کارشناسان مطرح میشه، در حالی همه ارکان تصمیم ساز حکومت جمهوری اسلامی به نقد درونی خودشون مشغولن که حاکمیت هر روز دچار افول معنا و کارکرد میشه. در این بین جدایی از پیشنهاد روزنامه‌نگاران و کارشناسان، اما شخصیت‌هایی در داخل ایران هستند که به نحوی از آنها شخصیت‌های علمی مطرح و معروف و البته مقبول و تا حدودی
قابل ارجاع و استناد سخنانشون، چون مبتنی بر مطالعات و تحقیقات. یکی از اونها آقای دکتر رنانی است که در هفته گذشته مطالبی رو مطرح کرد که صریحا از داخل ایران در گفتگو که داشته گفته که حکومت جمهوری اسلامی خواه ناخواه محکوم به شکست، محکوم به فروپاشی و فروریزی از درون هستش. در ادامه برنامه امشب میخوام بخشی از اظهارات آقای دکتر رنانی رو هم بشنویم. استاد اقتصاد دانشگاه است، انسانی است که به دفعات با ارائه نامه‌هایی به مقامات حکومتی نسبت به تسریع در فرایند خودبراندازی یا ویرانگری از درون کشور و حکومت هشدار داده بود. گوشی از اظهاراتشون رو می‌بینیم، دوباره به تحلیل برمیگردم. با من باشید. که میگید فرصت میدم، احتمالاً ممکنه که این باعث بشه حرف شنیده نشه. میگن ها شما دارید فرصت میدید تا این نظام بمونه. من میگم این نظام نمیتونه بمونه. حرف من اینه. درست. این نظام بنیادهایی که نگرش داره موریانه خورده. شما یا میگید خودش تغییر میکنه یا اونقدر توانش کم میشه که با هزینه خیلی کمتری در شرایط بعد این نظام میشه. خب همینجا خود مجری با ورودش یک خطی رو که این روزها بین کارشناسان هم بسیاری از کارشناسان مطرح هست، اون خط رو برجسته کرد، نشون داد و گفت که عملا شما میگید که اونقدر نظام دچار افول تدریجی و زوال گفتمانی و زوال کارگردی میشه که نهایتا خودش فرو میریزه. همون فروپاشی از درون که سالیانی است بسیاری از کارشناسان مطرح میکردن، یا همون بحث آنتروپی سیستمی یا فروپاشی سیستمی که خود این جانب به دفعات اون رو مطرح کرده بودن و آقای دکتر رنانی این گونه پاسخ میدهد. در شرایط بعد این نظام نخبگانش تخلیه شده از بوروکراسی، از نظام اداری نخبه ها رفتن بیرون. اینشتین میگه که با فکری که این مشکلات رو به وجود آوردی، با همون فکر نمیتونی مشکلات رو حل کنی. این نظام با فکری که این بحران ها رو خلق کرده، با اون فکر نمیتونه حل کنه. نکته بسیار قابل توجه رو اشاره میکنه که اساساً برای برون رفته از بحران های موجود در جامعه ایران، خب مدیریت فقهیه، فقه اسلامی، فقه شیعی، اقتصاد مقاومتی، بسیجی اقتصادی، ادبیاتی که اساساً از جنین مدیریت فقاهتی داره زاده میشه. آقای دکتر رنانی معتقدن که البته علمی هم هست، میگه نمیتوان برای حل این بحران موجود در ایران، انسداد سیاسی، بحران‌های معیشتی و اقتصادی، بی اعتبار شدن جامعه ایرانی در جهان، همه اینها نمیتوان با فکری که خودش حاکمه، یعنی نمیتوان با تغییر حسن روحانی با ابراهیم رئیسی این مسئله رو حل کرد. از اساس این خانه بایستی به هم بریزه. ادامه‌شو ببینیم. از نقطه این که به طور طبیعی اصلاح بشه گذشته نیاز به تصمیمات بزرگ داره. بنابراین فکر نکنه بگیم آقا نه شما داری میگه این نظام استمرار پیدا میکنه. من میگم نه، این نظام با این دست و فرمون استمرار پیدا نمیکنه، مگر اینکه تصمیمات بزرگ بگیره، جسارت کنه، ریل رو عوض کنه، پارادایم شیفت بکنه، انقلاب از بالا بکنه، تغییراتی که جامعه باور کنه بگه ای نه خب من که همینا رو می‌خواستم. خیلی جالبه، تصمیمات بزرگ و پارادایم شیفتی که ایشون داره ادعا می‌کنه، قطعا نظام این کار رو نخواهد کرد. چون من فقط بحث تحلیلی رو می‌کنم، به لحاظ نشان شناسی یک دهه عمر اخیر مدیریت ارشد جمهوری اسلامی و رهبری نظام و نزدیکان به ایشان، حداقل من یک دهه اخیر رو به حالت نمونه و سامپل سایز فرض میکنم، نشانه ها حکایتگر این نیست که اینا بخوان تصمیمات بزرگ بگیرن. اتفاقا اینها بر وضعیت موجود تأکید میکنن که حقانی هستن و حتی این رو معادل قدرت و قوت میانگارند. و اصلا تو مقوله انقلاب زن، زندگی، آزادی به دفعات اشاره کردیم، رهبری جمهوری اسلامی میگه که چون ما به مرتبه ای از بالانشینی و قدرت و اقتدار رسیدیم، غرب داره توطئه میکنه. پس این امکانش نیست که تصمیم از بالا بگیرن برای تغییر. بدین روی من میتونم بگم به طور مضاعف نظام دچار یک زوال پرشتاب هست. ادامهشو ببینیم. ما در کشورمون انقلاب اجتماعی نمیشه. ما با یک اگر انقلاب بشه، انقلاب شهری خواهد شد. انقلاب شهری ضربتی هم با یه ضربت ناک اوت میشی. داره ملت تمرین میکنه. اینا بازی های تمرینیشه. چی بگم توی فوتبال چی میگن؟ بازی مقدماتی؟ بازی دوستانه. اینا بازی دوستانه است. جنبش مهسا بازی دوستانه بوده. خب اینجا دو تا گزاره پایانیش رو یک اشاره کوچک میخوام بکنم. این بحث رو اصلا ببندم چون وقت زیادی از من گرفته، دیگه وقت زیادی هم نمونده. اینجا میگی که شما میگی که خب اگه این تغییرات از بالا صورت بگیره، مردم میگن ما که همین رو میخواستیم. من مخالف اینم.
جایی به نقطه میرسیم عذرخواهی میکنم که مردم اساساً اون تناسب شأنی رو با حاکمان احساس نمیکنن. فرایند شکاف شهروند حکومت به میزان و مرزی میرسد که حتی اگر مطالبات شهروندان رو محقق کنن، ملت به نقطه میرسن که میگن از این فرقه فقیهانی ما میخوایم عبور کنیم. اینها برایند مطالبات نمود و نمادهای ما نیستن و اینجاست که من اتفاقا حتی اصلاحات از با دستور از بالا رو هم در غایت ناممکن میبینم. جایی هم داره گفت که انقلاب ضربتی خواهد بود، بحث انقلاب شهری، این رو مسیر سختی میبینم. من معتقدم که نظر به این که شهریت و طبقه متوسط رو هر روز این نظام ضعیف و ذلیل کرد، ما شاهد اتفاقا شورش های نقطه‌ای و موزاییکی خواهیم بود. چرا که اساسا حضور شهری، چیزی که این استاد اشاره کرده، معطوف به روی کرده مدرن و مدنی طبقه متوسطه. ما طبقه متوسطمون خیلی نحیف شده، خیلی ضعیف شده و اساسا مطالبات طبقه متوسط یک مطالبات مدنی و زمانبریه. برعکس، من معتقدم که جنس انقلاب‌های آتی حتی طبقات پایین دست تر از طبقه متوسط و شهری خواهد بود و به نحوی زنها شورش گرسنگان رو ما شاهد خواهیم بود. خب وقت ادامه میدم خبرها و نظرها رو با دیگر مطالب منتخب. در طول هفته بحث آزاد شدن برخی از شخصیت‌های زندانی مثل برادر آقای روحانی که منجر به واکنش قوه قضاییه شده بود، یک تک عکسی از ایشان اومده بود شبیه صوفیان و زاهدان شده بود با ریش‌های خیلی بلند، مایه حیرت بسیاری از شهروندان شده بود که چطور، حالا درستشون برادر رئیس جمهور بوده، این هم مدت زندان بوده، گویی مطالبه بیماری شده و در یک حالت درونگرایی به سر میبره. بعد آقای طبری رو داشتیم، اون فاسد ارشد رو که اشاره میکرد، اشاره کنم لواسان رو به نام من میکنن، که نشانه های آشکاری در یک رسانه رسمی بود از فسادی که بین مردان جمهوری اسلامی و قوه قضاییه موجود است، که طرف با اون در واقع گستاخی تمام اشاره میکرد که اگر بخواهم لواسان رو به نام من میکنند. مجموعه مطالب و زندانی نبودن واقعی شخصیت های فاسد دستگیر شده موجب خشم جامعه شده بود در شهر، شبکه ها واکنش های رو برانگیخته بود. جایی من دیدم که آقای ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با در نظر گرفتن مجموعه این پارامترها یک گریزی زد باقی بابک زنجانی که ایشون اصلا مرخصی نرفته، ایشون کامل تو زندان هست، ولی باز یک وعده‌ای داد که اگر با ما راه بیاد باهاش راه بیایم. ببینیم آقای ستایشی رو. در موضوع آقای بابک زنجانی، البته مقررات دیگه هم هستم، من دیگه بهش نمیپردازم. در موضوع آقای بابک زنجانی، ایشان به اتهام مقید در پرونده که در جلسه قبلم اشاره داشتم محکوم به چی شدن؟ محکوم به اعدام شدن و در حال حاضر در زندان به سر میبرن و حتی اشاره کردیم از مرخصی مطلق استفاده نکردن و اقدامات بسیار سازنده و مؤثری در جهت تعدیه حقوق دولت داره صورت میگیره. اگر ایشان همکاری کنن و حقوق دولت را کاملا با تجارب دارن هم همکاری میکنن انجام بدن، اعاده کنن، ممکنه باشانم مساعدتم در حدود مقررات صورت بپذیره همطور که در رأی شما ده. بله، بخشی از اظهارات آقای ستایشی سخنگوی قوه قضاییه رو میشنیدیم که محتملا در پی حجم انتقادها نسبت به بازداشت مقامات پیشینی، چه در دولت احمدی نژاد، چه در دولت حسن روحانی، چه در دولت کنونی، ما شاهد این هستیم که بسیاری از این فاسدها زندانی میشوند، سپس از رانت برخوردار میشوند و تحت عنوان مرخصی بیرون از زندان به سر میبرند. ایشون گفته که آقای بابک زنجانی مشمول این نشده، از قضا داره با ما همکاری میکنه، بخش از اموال به هر روی روبوده شده یا درست خرج نشده داره برمیگرده. بعد یک جوری وعده هم داد که اگر ایشون درست همکاری کنه چه بسا مشمول مهر و رعوفت هم بشود، که گفتم عمدتاً این بخش از اظهارات ایشون واکنشی بود به آزاد ماندن آقای طبری که سفری به طرف زندانیه با میلیاردها تومان و دلار، ولی سفر حج عمره و حج تمتع و حج رفته بود و عکسش منتشر شده بود که منجر به خشم جامعه ایرانی از این میزان
درویی و دوگانگی مقامات مدعی عدالت قوه قضاییه ایران شده. وقت زیادی برای ادامه برنامه ندارم، یک تک موضوعی خواستم اشاره کنم که جدال درونی در رابطه با لایحه حجاب کماکان بین مجلسیان که میخواهند بودجه و خزانه پر کنند و خزینه بتراشند و بر شهروندان تحمیل کنند و با بخش هایی از لایحه‌های قوه قضاییه در جریان هست. تازه ترین گزارش ها حکایت داشت که معاون دادستان ایران از مجلس انتقاد کرد و گفته که لایحه حجاب با این وضعیت واقعا نیازی به تصویب ندارد. می دیدم که در ادامه جدال های درونی جمهوری اسلامی بر سر همین لایحه جنجالی موسوم به عفاف و حجاب که اتفاقا دیدم بعضا اسامی خیلی بس بدی رو بعد از مسئله گیلان به کار بردن، می گفتن کانون عفاف و لواط، یعنی با این ادبیات هم استفاده میکردن که حالا من از این موضوع میگذرم. یک مقام بلندپایه قوه قضاییه ایران مدعی شد که این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمرانه به معروف رو کاهش میدهد و در چنین شرایطی نیاز به تصویب آن نیست. معاون قضایی دادستان کل کشور در یک میزگرد در صدا و سیما ایران میگفت که این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بعد پوششی رو بی اهمیت جلوه داده است، موجب عادی سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است. اساسا این یک درگیری مالیه. من بارها گفتم روزنامه همشهری تحت امر آقای زاکانی، من وقتم عملا به انتها رسیده، خواستم اشاره کنم که با دستبندی و تفکیک کردن در واقع نوع بی حجابی ها برای هر کدوم یک ردیف بودجه تعریف کرده بودن. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.